اقدام ضد اسلامی دولت هند در چند سال اخیر به شدت افزایش یافته و باعث نارضایتی عمومی در میان مسلمانان گردید است بر همین اساس اکنون که نخست وزیر هند قصد سخنرانی در کنگره ایالات متحده آمریکا را دارد مسلمانان آمریکا خواستار لغو این سخنرانی شدند همکارم فاطمه موسوی گزارش می‌دهد شورای روابط آمریکایی اسلامی CAIR از رهبران کنگره ای آمریکا خواست تا سخنرانی نان دامودی نخست وزیر هند در ماه جوان را لغو کنند. رابرت مکا مدیر امور دولتی در سازمان شورای روابط آمریکایی اسلامی طی نامه‌ای خطاب به رهبران کنگره ای ایالات متحده ای آمریکا گفت سخنرانی مودی این پیغام را میفرستد که سرکوب مسیحیان مسلمانان قوم سیک ها و سایر آیینهای اقلیتی برای کنگره آمریکا مهم نیست این شورا همچنین در این نامه و درخواستش افرادی نظیر چاکشومر رئیس اکثریت مجلس سنای آمریکا، میچ مککانل رهبر اقلیت مجلس سنای آمریکا، کوین مکارتی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا و حکیم جفریز رهبر دموکرات مجلس نمایندگان را خطاب قرار داد. مکا همچنین اظهار کرد سیاست های ضد دموکراتیک مودی مثل سرکوب روزنامه‌نگاران انتقادی با آنچه که کنگره آمریکا میخواهد مطابقت ندارد اگر جلسه مشترکی برگزار شود ما قصد داریم از اعضا بخواهیم تا آن را تحریم کنند بزرگترین گروه مدافع مسلمانان ایالات متحده همچنین خواستار آن شد که هند به دلیل نقض ادعایی حقوق بشر مسیحیان مسلمانان دالیت هاستیک ها و سایر اقلیت های مذهبی توسط دولت مودی به عنوان کشوری که نگرانی های خاصی را ایجاد می کند شناخته شود. شورای روابط آمریکایی اسلامی هم از دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا خواست تا زیافت شامی برنامه ریزی شده با مودی را لغو کند. مکارتی پیشتر از مودی خواسته بود تا در تاریخ 22 ژوئن در کنگره آمریکا سخنرانی کند. این رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در نامه ای خطاب به مودی بیان کرده بود شما این فرصت را خواهید داشت تا چشمانداز آینده هند را به اشتراک بگذارید و درباره چالش های جهانی که هر دو کشورهای ما با آن مواجه هستند صحبت کنید از زمانی که بایدن رئیس جمهور شده این اولین سفر مودی به واشنگتن خواهد بود فاطمه سادات موسوی اخبار شیعه